خب بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و شب بخیر خدمت همه دانش آموزان نازنین فهیم درس خون رشته انسانی آموزشگاه همگمان دانش. خوشحالیم که کنارتون هستیم و از بودن کنارتون بسیار لذت میبریم. بابت تأخیری که به وجود اومد عذرخواهی میکنم، دیگه خودتون میدونید بالاخره شلوغی در واقع خیابونهای تهران این باعث شد که ما دیرتر خدمتتون برسیم، اما کنارتون هستیم. میخوام یه کلاس خیلی خفن و پر انرژی با شما داشته باشیم. دوستان خیلی پر انرژی باشید، ایشالله بتونیم تو این کلاسمون یه جنبندی خیلی عالی داشته باشیم، یه سری سوالات خوب حل کنیم. من برای جلسه اولمون کاری که دارم انجام میدم به این صورتی که خدمتون عرض میکنم، ببخشید من دنبال این قلم رو نمیدونم کجا گذاشتن. جلسه اول این قلمش خیلی فکرم اینه قلم، یک لحظه ببخشید. خانم کیخا قلم رو به من ندادید. آره قلم رو به من بدید، مرسی، دستتون درد. خب ایشالله بحث‌های مختلف کاربرد داشته باشه برای شما. کنکور 1401 رو شما زمانی که میای تحلیل میکنی به این نکته میرسی که آقا سوالاتی که تقدیم شما عزیزان در کنکور 1401 شده، یعنی خب دوستانی که رفتن کنکور 1401 رو بعد از برگزاری دیدن، نگاه میکنن میبینن لحاظ تایمی خیلی بچه ها زمان کم آوردن. ما سعی کردیم کاری بکنیم که برای عزیزان محاسبات و سرعت عمل بره بالا، یعنی کاری کنیم که سرعت عملت بالا باشه و زمان کم نیاری. چجوری محاسبات؟ بچه ها هر وقت به شما اعداد دو رقمی با یکان پنج رو دادن و از شما خواستن که به توان دو برسونیدشون، دخترای خوب پسرای خوب، کاری که بعد انجام بدید اینه، یکان رو به توان میرسونی. یعنی چی؟ یعنی پنج رو به توان دو میرسونی. پنج به توان دو میشه چند؟ 25. پس مرحله اول یکان رو به توان میرسونم، یکان من پنجه، پنج به توان دو میشه چند؟ 25. مرحله بعدی عزیزان دهگان که دو باشه رو میارم بیرون، میام دو رو در عدد بعد از دو ضرب میکنم. بعد دو چنده؟ سه. دو سه تا شیش تا میشه 625. بعدی نگاه کن، هر وقت عدد دو رقمی با یکان پنج رو به توان دو برسونه این کار انجام میدیم. یکان رو به توان میرسونم، پنج به توان دو میشه چند؟ 25. ببین یکان رو به توان رسوندم، پنج به توان دو شد چند؟ 25. حالا دهگان رو تو بعدیش ضرب میکنم، دهگان چنده؟ 4. بعد از 4 چنده؟ 5. 4 5 تا 20 تا میشه 20. 25. دوستان همه بعدی رو جواب بدن ها، سریع. 65 به توان دو، 95 به توان دو. حواسم هست، هانیه نگار سوگند، هانیه زهرا، مبینا نرگس، زهرا یگانه، آیدا منصوره، سنوبر کوثر، مومینا زکی، همه کسایی که امروز تو کلاس من هستن میخوام این سوال رو جواب بدین که آقا اگر بخوای ذهنی 65 به توان دو برسونی جواب میشه چند؟ 95 به توان دو برسونی میشه چند؟ پس ما اولین ضرب ذهنیمون رو یاد گرفتیم، اولین ضرب ذهنی ما برای اعداد دو رقمی با یکان 5 که قرار به توان دو برسه، اعداد دو رقمی با یکان پنج که قراره به توان چند برسه؟ دو برسه. ببینم چه جوابی میدید، منتظرم همه جواب بدن. الان اگر به شما گفتم 65 به توان دو، سریع های جواب بدی چی میگی؟ یگانه جواب داد داری کلا، یگانه گفته 42 25. میشه بقیه هم جواب بدن؟ منتظر جواب هم. این جمعیت انرژی ها پایینه ها، دوستانم همه جواب بدن، مرسی. زهرا جواب داد، نگارم جواب داد. نگار جان در عدد بعدی سرد میشه، دختر خوب. هانیه، آیدا، باری کلا، مبینا رجبی، باری کلا، سوگند، آفرین، زکیه، ماشالله. این همه انرژی و هوشی که این دانش آموزای درس خون و خفن دارن. نگاه کن، پنج رو به توان دو میرسونیم میشه 25. دهگان چنده؟ 6. بعد از 6 چنده؟ 7. 6 7 42 تا میشه 42. 25. منصور دقت کن، اون عدد بعدیش، اینا رو باید حواستون باشه.
95 به توان 2 ببین یکانو به توان میرسونی، 5 به توان 2 میشه 25، 10 گان چنده؟ 9، بعد از 9 10، 9 10 تا 90 تا میشه 90 25. پس هر وقت عدد دو رقمی که یکانش 5 رو میگه به توان 2 برسون، یکانو به توان میرسونی. آقا 5 به توان 2 میشه چند؟ 25. 10 گانش رو تو بعدیش ضرب میکنی، تموم شد و رفت. همینقدر راحت، همینقدر حرفه‌ای. بریم سراغ آیتم بعدی ببینیم چه اتفاقی میفته. اگر عددی رو توی 11 بخوایم ضرب کنیم چی آقای بهاری؟ بچه ها این ستون اولی که بهتون یاد دادم سال 98 تو سال انحراف معیار و اینا آیتمایی که به دست میاد مثلا این بود 3.5 به توان 2، 1.5 به توان 2، یعنی کاربرد داره که من دارم بهتون یاد میدم. همینجوری الکی نمیدم چند تا محاسبات یاد بدم، یه شلوغ کاری را بندازم برم، یه سه روش های چرت و پرت مثل روش عددگذاری جایگزین کردن. بچه ها روش عددگذاری جایگزین کردن تو کنکور و تمامی آزمون های آزمایشی رد شده. نبین شاید یه جا دو جا طرف یه سوال بده برگرده بگه با روش عدد گذاری من به تو یاد میدم، با روش جایگزینی یاد میدم. یاد نمیگیری یا اگر هم دیدی که داره این رو بهت یاد میده بدون کاربرد نداره. اینو کسی داره میگه که من خودم طراح سالهای آزمون قلمچی مونتا گزینه 2 هستم و این چیزها رو دارم میبینم. پس قشنگ گوش کن یاد بگیریم با هم. آقا اگر عددی بخواد در 11 ضرب بشه، ببین به تو میگه 325 رو ضرب در 11 کن. تو چه حرکتی میزنی عزیزم؟ هر وقت خواستی عددی رو در 11 ضرب کنی، سمت چپ و راستش صفر میذاری، سمت چپ و راستش چند میذاری؟ صفر میذاری. هر وقت عددی رو خواستم در 11 ضرب کنم، سمت چپ و راست صفر میذارم. حالا چه حرکتی میزنم؟ دو رقم دو رقم از راست به چپ با هم جمع میکنم، میام جلو. نگاه کن، صفر و پنج رو با هم جمع میکنم میشه 5، دو رو با 5 جمع میکنم میشه 7، 3 رو با 2 جمع میکنم میشه 5، 0 رو با 3 جمع میکنم میشه 3، میشه 3575. تموم شد رفت. خیلی راحت، یعنی 325 ضرب در 11 میشه 3575. ببین اینم کاربردش تو فصل 2 12 مثلث خیام پاسکاله که من اونجا با توان 11 بازی میکنم و از یه جایی به بعد توان 11 جواب نمیده، باید ضرب در 11 کنم. حواسو بده بابا، 97 ضرب در 11. عزیزم عدد دو رقمی 97 داره تو 11 ضرب میشه، سمت چپ و راست شن میذارم صفر. از راست به چپ دوتا دوتا جمع کن بیا جلو. 0 و 7 میشه 7، 9 با 7 میشه 16، 6 رو بنویس، 1 رو نگه دار. 0 با 9 میشه 9، با 1 میشه 10، میشه 10 67. تمام، 10 67، 97 ضرب در 11. پس خواهش میکنم دقت کن به آیتمایی که تا اینجا بهت یاد دادم. خواهش میکنم 1436 رو ضرب در 11 کن، 92781 رو ضرب در 11 کن، جواب به من بده. ماشاءالله هانیه، هانیه ماشاءالله، خیلی عالیه. بچه ها آماده انا، درس خونه و دانش آموزای خفنه رشته انسانی امشب با ما تو این کلاس هستن، همه دوستان هم جواب بدن ها. پس هر وقت عددی تو 11 بخواد ضرب شه عزیزان دلم، سمت چپ و راست صفر میذارم و بر اساس اون داستان میرم جلو. ببینیم چه جوری جواب میدید، منتظر جوابتون هستم. خب زکیه جواب داد، مبینا، کوثر، سوگند، ماشاءالله ماشاءالله، آیدا، باری کلا باری کلا. بچه‌ها خیلی خفنید، اینو یادتون باشه قرارمون کلی رتبه با شما بسازیم. آقا 1436 رو ضرب در 11 کن. آقا برای شما رتبه‌ای هم داشتی؟ بله، من کنکور 98 سه تا از شاگردام ریاضی رو 100 زدن، 99 دو تا از شاگردام ریاضی رو 100 زدن. امسال بزرگترین همایش ریاضی آمار ایران رو من تو تهران برگزار کردم و کلی رتبه‌ای که تو این چند سال رتبه 8 1 و و و و کلی رتبه خفن دیگه که شاگرد نمودن و قرار امسال هم با شماها اینو رقم بزنیم. سمت چپ و راست صفر میذارم. بریم، 0 و 6 میشه 6. حالا
3 و 6 میشه 9، 4 و 3 میشه 7، 1 و 4 میشه 5، 0 و 1 میشه 1، میشه 15,796. 15,796 تمام شد و رفت. مبینا میگه استاد میشه عدد رو بخونی؟ تصویر درست واضح نیست. مبینا جان یک بار رفرش کن لطفا دختر خوب. پس بعدی 90 بنویسیم، حالا چون مبینا خانم گفته 92,781 ضرب در 11. بذار اینجا اصلا جدا صفحه باز کنم به عشق خودتون. 92,781 ضرب در 11، 92,781 ضرب در 11. آقا قراره چیکار کنم؟ قراره سمت چپ و راستش صفر بذارم. قراره سمت چپ و راست چی بذارم؟ صفر. از راست به چپ دوتا دوتا، صفر و یک میشه یک، یک و هشت میشه نه، هفت و هشت میشه 15. بچه ها وقتی دو رقمی شد یکان رو بنویس، دهگان رو نگه دار. 15، پنج رو نوشتم، یک رو نگه داشتم. 2 با 7 میشه 9، با 1 میشه 10. 0 بنویس، 1 رو نگه دار. 9 با 2 میشه 11، با 1 میشه 12. 2 رو بنویس، 1 رو نگه دار. 0 و 9 میشه 9، با 1 میشه 10. شد 1,020,591. ماشاءالله هانیه، آفرین بچه‌ها. کیا درست جواب دادن؟ سریع به من بگو ببینم کیا درست جواب دادن. ببینم این دوستفای خفنم چیکار کردن. الان میخوام برم سراغ ضرب دو رقم در دو رقم. بچه دیگه دو رقم به دو رقم رو کامل دیگه باید یاد بگی، چون بحث مهم میشه. خواهش میکنم دو رقم به دو رقم رو دیگه حواسا جمع باشه، چون داره آیتممون به صورت کلی میره جلو. ضرب عدد دو رقمی در دو رقمی. بچه ضرب ذهنی واقعا میگم هر چقدر روش مسلط‌تر باشید توی کنکور شما رو جلو میندازه و جلو انداختنش به شما کمک میکنه که تایم ذخیره کنید. خیلی از بچه‌ها رو محاسبات گیر میکنن، آقا بلدن سوالو حل میکنن، رو محاسبات گیر میکنن. عزیزم دوست ندارم تو اینجوری باشی، پس قشنگ به من گوش بده. الان من میخوام ضرب دو رقم در دو رقم رو به صورت کلی بهت یاد بدم، حواست باشه، قشنگ گوش کن. خب آقا یاری اولین مثال چیه؟ 14 ضرب در 19، 23 ضرب در 31. 14 ضرب در 19. آقا 14 ضرب در 19 رو چجوری حساب میکنم؟ بچه ها ببین، بعد به صورت ذهنی الان من میدونم 14 ضرب در 19 میشه 266. چجوری؟ دست منو ببین، میای به سمت پایین، یعنی اول یکانا رو در هم ضرب میکنی. بریم، یکانها رو در هم ضرب میکنم، 4 9 تا 36 تا. یکانها رو در هم ضرب میکنم، 4 9 تا 36 تا. 6 رو مینویسم، 3 رو نگه میدارم. پس یکانها رو در هم ضرب کردم، 4 9 تا 36 تا، 6 رو نوشتم، 3 رو نگه داشتم. طرفین به صورت ضربدری ضرب میشن، 1 9 تا 9 تا، 1 4 تا 4 تا. یه سم که داشتم دیگه، 3 رو هم بهش اضافه میکنم. پس چی شد؟ هر وقت بخوای یه عدد دو رقمی رو در یه عدد دو رقمی ضرب کنی، اول زیر هم یکاناشو ضرب میکنی. یعنی چی؟ ببین 4 9 تا 36 تا، 6 رو بنویس، 3 رو نگه دار. حالا 1 9 تا 9 تا، 1 4 تا 4 تا، یه سم داشتم، 9 4 13، 13 با 3 میشه 16. 6 رو بنویس، 1 رو نگه دار. حالا بریم سراغ دهگان ها. یک یکی، یکی با یک میشه 2، 266. پس ببین من دارم الان یه حالت کلی از ضرب ذهنی رو به یاد میدم. دانش آموز انسانی باید رو ضرب ذهنیش کار کنه که مسلط تر بشه. ببین یه بار دیگه دقت کن، اگر کسی متوجه نشد قشنگ دل بده حرفای من کامل یاد بگیره. 23 ضرب در 31، 23 ضرب در چند؟ 31. اینجوری که بهت میگم عمل کن، یکانها رو ضرب کن، دقت کن، یکانها رو ضرب کن. 3 1 3 تا، ببین یکانها رو ضرب کردم، 3 1 3 تا. حالا ضرب دری ضرب میکنم، 1 2 تا 2 تا، 3 3 تا 9 تا، 2 با 9 جمع میشه 11. 1 رو بنویس، 1 رو نگه دار. حالا دهگان ها رو در هم ضرب کن،
دو سه تا شیش تا با یک میشه هفت، میشه 713. پس من هر وقت بخوام یه عدد دو رقمی رو در یه عدد دو رقمی ضرب کنم، اول میام یکانها رو زیر هم در هم ضرب میکنم. نگاه کن، سه یکی سه تا، یک دو تا دو تا، سه سه تا نه تا، دو با نه میشه 11. یکو نوشتم، یکو نگه داشتم، دو سه تا شیش تا با یک میشه 7، شد 713. یگانه چی میگه؟ میگه وجوهی رو اشتباه ننوشتید. 366. دختر خوب، یه بار دیگه بریم به خاطر حرف دختر خوبمون یگانه، یه بار دیگه بریم. 4 9 تا 36 تا، 3 رو نگه دار. 1 9 تا 9 تا، 1 4 تا 4 تا، 9 با 4 13. یه 3 هم دارم میشه 16. 6 رو می‌نویسم، 1 رو نگه می‌دارم. 1 1 1 با 1 میشه 2، میشه 266. تموم شد رفت. همه عزیزان عالی یاد می‌گیرن. ببین اولش داریم با محاسبات میریم، بعد وارد معادله درجه اول میشیم، بعد امشب میخوایم وارد معادله درجه دو هم بشیم. لطفا همه اگر خوب یاد میگیرن عالی رو هم بگن، ما انرژی بگیریم برای ادامه کار. حالا ادامه کار چیه؟ مثلا میگه 48 ضرب در 12. خب بریم. آقا 48 ضرب در 12، وقتی عدد دو رقمی در عدد دو رقمی ضرب میشه، کاری که بهت میگم و انجام میدی. مرسی عزیزان، عالی، شماهایی چه انرژی دارید، دمتون گرم. ببین اول میه یکانها رو در هم ضرب میکنی، نگاه کن، یکانها رو در هم ضرب کنید، دو هشتا 16 تا، شیشو مینویسم، یک رو نگه میدارم. ضرب دری، دو چارتا 8 تا، یک هشتا 8 تا، 8 تا 8 میشه 16، با یک میشه 17. 7 رو بنویس، یک رو نگه دار. یک چارتا 4 تا، با یک میشه 5 تا، 576. تموم شد رفت. پس هر وقت به من گفتن که عدد دو رقمی رو در دو رقمی ضرب کنم، باید این کارو کنم. بچه آخریشم بگم دیگه بریم سراغ ادامه درسمون، قراره بتره کنیم امشبا. 56 ضرب در 73. 56 ضرب در 73. اول قرارمون این شد که یکانها رو در هم ضرب کنیم. چشم، 3 6 تا 18 تا، 8 رو می نویسم، یک رو نگه می دارم. بعدش باید چی کار کنیم؟ ضرب دری، 5 3 تا 15 تا، 6 7 تا 42 تا، 42 15 رو با هم جمع میکنیم. ببین یه دونه یک هم داریم. ببین 6 3 تا 18 تا، 8 رو نوشتم یک نگه داشتم، 3 5 تا 15 تا، 6 7 تا 42 تا، 42 رو با 15 جمع کنم میشه 57، با یک میشه 58. 8 رو بنویس، 5 رو نگه دار. 5 7 تا 35 تا، 35 با 5 میشه 40، میشه 40 88. خیلی راحت، خیلی راحت، خیلی کامل. پس خواهش میکنم ضرب ذهنی رو خیلی روش مانور بدین، خیلی کار کنین که ایشالا بهتره کنیم. به امید خدا ما هم کم کم میریم جلو، کمکتون میکنیم، برای موفقیتتون از جون و دل مایه میزنیم که ریاضی ایشالا با من درصد بالایی بزنیم، به شرط اینکه پایه کار باشی، تست و سوالایی که میگم رو حل کنی. آقا بریم آروم آروم بریم جلو. بعد میخوام تست 101 کنکور 1401 هم امشب برای تو حل کنم، عشق کنی. بریم. همه معادله درجه اول رو بلدن. آقا معادله درجه اول به چه صورتیه؟ بچه ها معادله درجه اول بزرگترین توان متغیر شما که x باشه 1. برای حل معادله درجه اول ما از سال هفتم، ببین جایی که نیاز باشه از هفتم و هشتم و نهم هم برات یادآوری میکنم، نگران پایت نباش، پس به من اعتماد کن، به حرفای من گوش کن. AX به علاوه B مساوی صفر، چجوری حرکت میزنم؟ معلوم یه طرف، مجهول یه طرف، این چیزیه که ما خواهیم داشت. خب آقای بحری از یه دونه مثال ساده شروع میکنی، آروم آروم بریم بالا. چشم، 5X منهای 8 برابر است با 7X به علاوه 6. ببین چه حرکتی میزنم. خب منفی 8 معلومه، میارمش سمت راست، 7x مجهوله، میارمش سمت چپ، میشه 5x منهای 7x برابر است با منفی 8، بیاد اونور میشه 8 به علاوه 6. آقا 5x و منهای 7x کنم میشه منفی 2x، 6 و 8 رو ما هم جمع کنم میشه چند؟ 14. ببین پس من 5x رو منهای 7x کردم، شد منفی 2x، 6 و 8 رو با هم جمع کردم شد 14.
طرفین رو به منفی دو تقسیم میکنم. وقتی طرفین رو به منفی دو تقسیم کنم، نگاه منفی دو با منفی دو میره، x میمونه. اگر 14 رو هم تقسیم بر منفی دو کنم، جواب من میشه منفی 7. یعنی این معادله یک ریشه یا جواب داشت، جواب و ریشه این معادله منفی 7 بود. تمام شد رفت. خب آقای داری بریم جلوتر، یه ذره لول سوالاتو ببریم بالاتر، خفن‌ترش کنیم. بریم آقا. بچه‌ها میگه 3x رو در x منهای 3 ضرب کن. ببین فصل 1 دهم درس 1ش معادله و مسائل توصیفی بود که راجع به معادله درجه اول و مسائلی بود که تو درجه اول بود. داریم با هم کار می‌کنیم، قشنگ یاد می‌گیریم. ببین من میام 3x رو در x ضرب می‌کنم، 3x رو ضرب در منفی 3 می‌کنم. اگر 3x رو ضرب در x کنم میشه 3x به توان 2. اگر 3x رو ضرب در منفی 3 کنم میشه منفی 9x. این از این. ببین دارم پخش میکنم ضرب یک جمله در چند جمله. الان نگاه، این چند جمله در چند جمله است. 3x رو باید در x هم ضرب کنم، 3x رو در منفی 8 هم ضرب کنم. خب بچه ها اگر 3x رو ضرب در x کنیم میشه 3x به توان 2. اگر 3x رو ضرب در منفی 8 کنیم میشه منفی 24x. 1 رو ضرب در x کنم میشه x. 1 رو ضرب در منفی 8 کنم میشه منفی 8، به علاوه 4 هم که سر جاش هست. عزیزم 3x به توان 2 با 3x به توان 2 با هم میره. یگانه میگه از اول توضیح میدید. بله حتما. 3x در x منهای 3 ضرب شده دختر خوب، یعنی یک جمله ای 3x در چند جمله ای x منهای 3 ضرب شده. ما میایم چیکار میکنیم؟ 3x رو پخشش میکنیم، یعنی 3x رو در x ضرب میکنیم، 3x رو در منفی 3 هم ضرب میکنیم. عزیزم اگر 3x رو ضرب در x کنیم میشه 3x به توان 2. اگر 3x رو در منفی 3 ضرب کنیم میشه منفی 9x. این از سمت چپ. بریم سراغ سمت راست. 3x رو ضرب در x کنم میشه 3x به توان 2. 3x رو ضرب در منفی 8 کنم میشه منفی 24x. 1 رو ضرب در x کنم میشه x. 1 رو ضرب در منفی 8 کنم میشه منفی 8. به علاوه 4 هم که با ما هست دیگه، کاری باهاش ندارم. عزیزم 3x به توان 2 اگر بیاد سمت چپ میشه منفی 3x به توان 2. قطعا با 3x به توان 2 با هم ساده میشن، پس میذارمش کنار. منفی 24x به علاوه x میشه منفی 23x. منفی 8 به علاوه 4 میشه منفی 4. آ منفی 23x رو بیاری این سمت میشه منفی 9x به علاوه 23x برابر است با اونورم چه عددیه؟ منفی 4. اگر منفی 9x رو با 23x با هم جمع کنم میشه 14x برابر است با منفی 4. پس ببین من اومدم 3x به توان 2 رو با 3x به توان 2 زدم، منفی 24x رو با 1x جمع کردم. خب ضرایبش چند میشه دیگه؟ منفی 24 به علاوه 1 میشه منفی 23x. منفی 8 هم با 4 جمع کردم شد منفی 4. عزیزم منفی 23x رو آوردم این و شد منفی 9x به علاوه 23x که میشه 14x. اونورم که منفی 8 به علاوه 4 شد منفی 4. دو طرف رو به ضریب x که 14 باشه تقسیم میکنم. 14 با 14 میره میمونه x. آقا منفی 4 به روی 14، صورت و مخرج رو اگر به 2 ساده کنم میشه منفی 7 دوم. پس ریشه من به دست اومد منفی 7 دوم. ببینیم از بیس بیس، از ساده ساده، من تو کلاس هم این کارو میکنم، از بحث ساده ساده آروم آروم بهت یاد میدم، میبرمت بالا که انشالله دیگه بهتره کنیم به امید خدا. امیدوارم تا اینجاشو خیلی خوب و عالی یاد گرفته باشید. خب مثال بعدی رو من حل میکنم، ولی قبلش دوست دارم رو تست یک قشنگ فکر کنی. دوست ندارم فقط من حل کننده باشم تو کلاس. تست یک رو شروع کن حل کردم، برو ببینم چی کار میکنی. دمت گرم. ناامید و خسته نباید بشیم. ریاضی درس سختیه، ولی قرار انشالله دست به دست هم بدیم، کنار هم بریم جلو ریاضی رو بهتر کنیم. قبل از اینکه مثال رو حل کنن، تست یک رو حل کنن همه. بدو من دارم نگاه میکنم به صفحه چت ببینم بچه ها چجوری حلش دارم میکنن.
خدایی دیگه من منتظرم ها، هنوز کسی گزینه اعلام نکرده. مبینا میگه آقای بهاری گزینه 3 میشه 2 تا جواب داره. بذار ببینیم بقیه چی کار میکنه. آقا فکر کنم من باید شروع کنم عمل کردن و همه با دقت جواب بدن ها، ببینم چی میگید. خب بریم من عمل کنم. باری کلا بچه هایی که جواب دادن، کوثر، حدیثه، مبینا، هانیه، هانیه گزینه 2 گفتش، مبینا گزینه 2 گفتش، منصوره 3 گفتش، زهرا گزینه نگفت، حل کردیم. سوگند گزینه 2 گفتش. خیلی خوبه، بریم ببینیم چیکار کردید، درست حل کردید یا نه. قطعا درست حل کردید، ممکنه یه جایش اشتباه کرده باشید. بعد می‌خوایم این مثال رو با هم حل کنیم. بچه ها نگاه کنید، اول باید شما بیایید ضرب چند جمله در چند جمله است دیگه، ضربش کنیم. نگار و طیبه و اکرم هم همه جواب دادن. باری کلا بچه ها، شما x رو میایید ضرب در x به توان 2 می‌کنی میشه x به توان 3، x رو میایید در x ضرب می‌کنی میشه x به توان 2، x رو میایید در 1 ضرب می‌کنی میشه x. ببین ضرب چند جمله در چند جمله است. من اومدم x رو در تک تک جملات داخل پرانتز ضرب یا به قول خودمون پخش کردم. منفی 1 رو ضرب در x به توان 2 کردم شد منفی x به توان 2. منفی 1 رو ضرب در x کردم شد منفی x. منفی 1 رو ضرب در 1 کردم شد منفی 1. این از سمت چی؟ این از سمت چپ. سمت راست x رو ضرب در x به توان 2 میکنم میشه x به توان 3. x رو ضرب در منفی 2 میکنم میشه منفی 2x. این تا اینجای قضیه بچه ها. خب ادامه چی آقای بهاری؟ منفی x با مثبت x میره، مثبت x به توان 2 با منفی x به توان 2 میره. سمت چپ x به توان 3 دارم، سمت راستم x به توان 3 دارم. اگر x به توان 3 رو بیارم یه طرف با هم قرینه میشن دیگه، ساده میشن میرن، یه طرف میشه مثبت x به توان 3، یه طرف میشه منفی x به توان 3. پس این دوتا با هم رفت. آقا سمت چپ تساوی منفی 1 میمونه، سمت راست تساوی منفی 2x میمونه. چه حرکتی میزنم برای اینکه ضریب x رو از بین ببرم؟ هر دو طرف رو به منفی 2 تقسیم میکنم. منفی 2 با منفی 2 میره x میمونه. صورت و مخرج رو ساده کنیم، 1/2. چند تا جواب داره؟ یه جواب داره. کدوم گزینه؟ گزینه 2. باری کلا بچه‌هایی که گزینه 2 گفتن، اون دوستانی هم که گزینه 3 گفتن شاید حواسشون نبوده یا هر داستان دیگه، الان یاد گرفتن. مرسی که مشارکت میکنید توی بحثایی که داریم. پس اینم از این. آقا بریم این مثالا رو حل کنیم عزیزان، بعد میخوایم بریم تست 2 رو حل کنیم. اول مثال حل کنم، برای تست 2 هم بازم فرصت میدم. ما تو کلاسمون یه مقداری من حل میکنم، یه مقداری شما، تکلیف میدیم، پیگیری میکنیم. دوستایی که دوستان تو کلاس آنلاین ما شرکت کنن باید از طریق مؤسسه آموزشی همگامان دانش اقدام کنن.
و از طریق اون ثبت نامشون رو قطعی کنن که ایشالا کلاس ها رو پرقدرت و پر انرژی بریم جلو. بچه ما تابستون یه ذره فشار رومون هستش. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه بحثایی که میخوام بهتون بگم علاوه بر درجه اول، درجه دوم و تابع دهم هست. یعنی فصل یک و دو دهم که بالاخره اولین سوالات دفترچه هستن رو میخوایم شاخش رو بشکنیم. پس چون سختن شاید تابستون یه ذره برامون سخت باشه، ولی از مهر دیگه ایشالا همزمان با دوازدهم رو غلطک میفتیم، روتین میشه کار. خب بریم بعدی ببینیم چه اتفاقی میفته، چی کار باید کردش. خوب دقت کن لطفا. x به علاوه 1 به روی 3 منهای x به علاوه 1 به روی 3 x به علاوه 1 به روی 3 منهای x منهای 1 به روی 2 برابر است با x به روی 4. x به علاوه 1 به روی 3 بذار ببینم درست رفتیم. x به علاوه 1 به روی 3 منهای x منهای 1 به روی 2 برابر است با x به روی 4. بچه‌ها توی کسری ها بچه‌ها هی میان میگن آقای بهاری ما کسری رو میترسیم فعلا. بابا به خدا کسری کاری نداره. کسری تو فقط باید یه حرکت بزنی، مخرج مشترک بگیری. دقت بفرمایید، توی مخرج مشترک گیری کاری که میکنم اینه، بین 3 2 و 4 باید کمی میمش رو حساب کنم، یعنی کوچکترین مضرب مشترک. نگی کوچکترین مخرج مشترک، غلطه وای. کمی میم یعنی کوچکترین مضرب مشترک. حالا چه حرکتی میزنی بچه‌ها؟ بین 3 و 2 و 4 مخرج مشترک میشه 12. من 3 رو ضرب در 4 میکنم، x به علاوه 1 رو هم ضرب در چند میکنم؟ 4 میکنم. 2 رو ضرب در 6 میکنم، x منهای 1 رو هم ضرب در 6 میکنم. 4 رو ضرب در 3 میکنم، x رو هم ضرب در 3 میکنم. ببین سمت چپ تساوی مخرج مشترک میشه 12، سمت راست تساوی مخرج مشترک میشه 12. x ضرب در 3 میشه 3x. حالا خوب دقت کن، 4 ضرب در x میشه 4x، 4 ضرب در 1 میشه 4. ببین مخرج مشترک کمی میم حساب کردم، 3 و 2 4 12. پس من 3 رو قراره برسونم به 12، باید ضرب در 4 کنم، x به علاوه 1 رو هم ضرب در 4 میکنم. 2 رو ضرب در 6 میکنم، پس x منهای 1 رو هم ضرب در 6 میکنم. بچه‌ها فقط تو رو خدا حواستون به این منفی پشت کسر باشه. منفی پشت کسر عزیزم یا تو تک تک جملات صورت اثر خودش رو میذاره. ببین من دارم از بیس همه آیتما رو بهت یاد میدم، پایت هم ضعیف باشه با بهاری ریاضی آسون یاد میگیری. قشنگ گوش کن، 6 ضرب در x میشه 6x، 6 ضرب در منفی 1 میشه منفی 6، میشه 6x منهای 6. آقا این منفی رو 6x تأثیر میذاره میشه منفی 6x، منفی رو منفی 6 تأثیر میذاره میشه مثبت 6. این تا اینجای داستان. حالا چه اتفاقی میفته؟ خب مخرج ها چون دو طرف تساوی یکسانن، بچه ها بی خیال مخرج ها میشیم، بی خیال 12 ها میشیم، میریم سراغ صورت. آقا 4x منهای 6x میشه منفی 2x، 4 به علاوه 6 میشه 10. اون وقت چی رو دارم؟ 3x رو دارم. خب حالا چی کار میکنم؟ معلوم یه طرف مشهول یه طرف منفی 2x رو میارم این بر، یعنی 10 برابر است با 3x به علاوه 2x. 3x رو با 2x جمع میکنم میشه 5x، 5x برابر است با 10، طرف این رو به 5 تقسیم میکنم، x برابر میشه با 2. x برابر میشه با چند؟ 2. تموم شد و رفت. به همین راحتی، همینقدر راحت، کامل، جامع، عالی و خفن یاد گرفتیمش. همه عزیزان خوب متوجه شدن؟ کامل یاد میگیرن همه عزیزان؟ دوست دارم جواب بدید. خیلی خوب، عالیه، دمتون گرم. مرسی 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 مرسی، عالی شماهایید عزیزانم. بریم جلوه ترکونیم، بریم جلوه ترکونیم ببینیم چه خبره. خب اینم یه دونه سوالی که برای کسری ها و اینا بودش که قشنگ یاد میگیریم. از بیس از پایه شروع کردیم، محاسبات گفتیم، معادله درجه اول، آروم آروم میریم جلو ببینیم چه اتفاقی میفته. خب حدیثه میگه میشه یکی دیگه تا
توضیح بدین. چشم حدیث جان، بازم سوال داریم ازش. مرسی عزیز جان، عزیزانم، عزیز جان، عزیزانم، عالی شماهایی. یگانه میگه خیر. یگانه جان یه بار دیگه من برای شما توضیح میدم دختر خوب، با کمال میل. ببین دختر خوب، بین 3 و 2 و 4 ما اومدیم مخرج مشترک گرفتیم. بین 3 و 2 و 4 مخرج مشترک میشه 12. حالا چیکار کردیم؟ مخرج اومدم در 4 ضرب کردم، یعنی 3 رو در 4 ضرب کردم، صورت رو هم در 4 ضرب کردم، یعنی x به علاوه 1 رو در 4 ضرب کردم. 4 ضرب در x میشه 4x، 4 ضرب در 1 میشه 4. 2 رو در 6 ضرب کردم که برسه به 12. 6 رو هم در x منهای 1 ضرب کردم که میشه 6x منهای 6. فقط حواسم باید به این منفی پشت کسر باشه. منفی در 6x میشه منفی 6x، منفی در منفی 6 میشه مثبت 6. 4 ضرب در 3 میشه x، هم ضرب در 3 میشه. آقا 12 رو زدم و معادله رو حل کردم. دوستانی که دوست دارن با من همراه باشن، کانال تلگرام من @ریاضی بی هستش. کانال تلگرام من @ریاضی بی هستش، یادتون باشه. خب بریم سراغ تست 2 و ببینیم تست 2 چی داره برامون. میگه اگر x مساوی 2 جواب این معادله باشد، مقدار m کدام است؟ عزیزان دوست دارم بازم وقت بدم شماها حل کنید. هرچی میریم جلوتر تستا خفن میشه. تست 3 و 4 رو بزنیم، میخوایم تست 101 1401 رو رنده کنیم، حل کنیم بره جلو. همه حل کنم ببینم چیکار میکنید. من بشینم یه ذره، منم خستگی در کنم. از ساعت 8 صبح به خدا سر کلاس بودیم، اما پیش شماها انرژیمون بالاست. خب بچه ها یه سری ها گزینه 3 اعلام کردن، یه سری ها گزینه 1 اعلام کردن. بریم ببینیم کدومشون درست جواب داده. قطعا همه بلدن، گزینه 3 رو هم زدن. حالا یه چند نفر بالاخره پیش میادش یه جایی اشتباه محاسباتی داشته باشن که قراره اینا رو ایشالله وقتی ما حل میکنیم کامل یاد بگیرن. بچه ها وقتی ریشه معادله رو میده، جواب معادله رو میده، تو باید جایگذاری کنی دیگه. ببین میگه اگر x مساوی 2 جواب این معادله باشه، یعنی باید به جای x بذارم چند؟ 2. دقت کن، به جای x میذارم 2. m ضرب در 2، هر جا x دارم به جاش 2 میذارم. m ضرب در 2 به علاوه m منهای 1 برابر است. بچه ها پس در معادله درجه اول یا معادله درجه دوم زمانی که ریشه رو اعلام میکنم میتونیم جایگذاری کنیم. آقا چه بگه ریشه معادله، چه بگه جواب معادله، چه بگه x، خیلی راحت میایم میذارید دیگه. گفته آقا x مساوی 2 جواب این معادله است، من میام تو معادله به جای x میذارم چند؟ 2. تموم شد رفت. بریم شروع کنیم. بسم الله. m ضرب در 2 به علاوه m منهای 1 به علاوه 2 به روی 2. خب m ضرب در 2 میشه 2m به علاوه m منهای 1.
یک به علاوه دو تقسیم بر دو میشه چند؟ یک. حالا دو ام رو اگر با ام جمع کنم میشه سه ام منهای یک. یک به علاوه یک میشه چند؟ دو. منفی یک میره اونور، سه ام میشه دو به علاوه یک. دو به علاوه یک میشه چند؟ سه. یعنی سه ام برابر است با سه. ضریب ام سه عزیزان، طرفین رو به ضریب ام دیدی؟ من وقتی ایکس رو جایگزین کردم یه شد یه معادله درجه اول بر حذف ام. دارم حلش میکنم، سه ام رو به سه تقسیم کنم میشه ام، سه رو به سه تقسیم کنم میشه یک. ام شد یک. کدوم گزینه؟ گزینه سه. ماشاءالله به این انرژی و حال خوب و دمتون گرم که اینقدر خوب دارید جواب میدید. ببینم چند تا رتبه با شماها باید داشته باشم، ببینم یک تا صد رو میتونم با شماها رقم بزنم. ایشالله دم همگی گرم. استاد میشه بچه ام عدد؟ نه عزیزم، خودش اعلام کرده ریشه معادله x مساوی 2، جواب معادله خودش داره میگه x دیگه. دقت بکن عزیزم. به به، بریم سراغ یه تست خفن. بچه ها دوست دارم همه گوش کنید، تست 3 رو حل کنیم، بهتر کنیم، صفا کنیم. خب تست 3 چی گفته؟ گفته طول اضلاع یک مثلث 3 عدد زوج متوالی میباشند. طول اضلاع یک مثلث 3 عدد زوج چیه؟ متوالی. اگر محیط مثلث 24 واحد باشد مساحتش کدام است؟ بریم بچه ها، من یه چیزی بگم، الان ذهنت میره سمت این که خب آقای بهاری این اضلاع مثلثی که گفته چیاست؟ من ندارمش که. خب میدونم نداری. خب من ندارم، باید چیکارش کنم؟ هیچی، باید به دستش بیاری. چجوری؟ بچه ها چه عدد زوج چه عدد فرد فاصله شون دوتا دوتاست. فاصله شون چند تا چند تاست؟ دوتا دوتا. یعنی چی دوتا دوتاست؟ یعنی آقا من به شما برمیگردم میگم اگر عدد اولم x باشه بعدیش میشه چی؟ تو میگی آقای بهاری x به علاوه 2. اگر x به علاوه 2 باشه بعدیش میشه چی؟ تو میگی x به علاوه 4. اگر x به علاوه 4 باشه بعدیش میشه چی؟ x به علاوه 6. چه زوج چه فرد. ببین اعداد زوجم فواصلشون دوتا دوتاه، اعداد فردم دوتا دوتا. نگاه، یک سه پنج هفت، یک تا سه دوتا فاصله داره، سه تا پنج دوتا فاصله داره. آها پس اینا رو باید دقت کنم آقای بهاری. بله قشنگ گوش کن، تستمون تست خفنیه ها، باید عشق کنیم با این تست. پس نگاه کن، اضلاع مثلث به چه صورتی هن؟ به صورت سه عدد زوج چی هن؟ متوالی هن. سه عدد زوج متوالی. حالا این سه عدد زوج متوالی ساختارش به چه صورتیه؟ اگر اولی x باشه بعدی x به علاوه 2، بعد x به علاوه 2 چیه؟ x به علاوه 4. ببین x به علاوه 2، x به علاوه 4. این میشه سه عدد زوج متوالی که ما نداریمش. پس ببین من اولین عدد زوجم رو گرفتم x، قطعاً بعدی دو تا بهش اضافه میشه میشه x به علاوه 2، بعدی دوباره دو تا اضافه میشه میشه x به علاوه 4. حالا دقت کن، من اگر این سه تا رو با هم، خود سوال مگه نگفته محیطش 24ه؟ محیطش 24، یعنی اگر این سه تا رو با هم جمع کنی حاصل برابر قرار میگیره با چند؟ 24. یعنی تو اگر x به علاوه 2 x به علاوه 4 رو با هم جمع کنی حاصل میشه 24. بریم x x x میشه چند x؟ میشه 3x. 2 با 4 جمع میشه میشه چند؟ 6. یعنی 3x به علاوه 6 بچه ها برابر است با چند؟ 24. پس یه بار دیگه بریم، گفته طول اضلاع مثلث 3 عدد زوج متوالی هن. طول اضلاع مثلث 3 عدد زوج متوالی هن. آقا 3 عدد زوج متوالی ما ایناست، x x به علاوه 2 x به علاوه 4 جمعش میشه 24. حالا x و x و x رو جمع میکنم میشه 3x، 2 و 4 رو جمع میکنم میشه 6. 6 رو میبرم اون و 3x میشه 24 منهای 6. اگر 24 منهای 6 کنم میشه 18 و بعدش طرفین رو تقسیم بر 3 میکنم، x میشه 18 به روی 3 یا 6. x هم شد 6. حالا میام چیکار میکنم؟ حالا میام x رو چیکار میکنم؟ جایگذاری میکنم، به جای x میذارم 6. نگاه کن، این میشه 6. قشنگ دقت کن، 6 به علاوه 2 میشه 8،
شیشه به علاوه چهار میشه ده. شیشه به علاوه چهار میشه چند؟ ده. بچه ها صدا و تصویر اوکیه؟ الان دوتا از بچه ها پیام دادن قطع شد استاد. صدا و تصویر اوکیه عزیزان؟ خیلی خوب. بله 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 ممنونم بچه ها میگم بله درست شد. صدا قطع شد. یه رفرش بکنید لطفاً دوستان. من نمیدونم یه عده میگن بله اوکی، یه عده میگن قطع شد. لطفاً اگر صدا و تصویر رو همه دارید برای اینکه من متوجه شم چه جوریه، نظرتون راجع به کلاس رو بگید. نظرتون راجع به کلاس تا اینجا چی بودش؟ سطح کلاس چه جوری بوده؟ شماها به من بگید. فقط ببینم صدا و تصویر اوکیه. اون واقعا نظر شخصی تو بگو، بگو ببینم چی بودش تا الان، چجوری ما نکات رو گفتیم، چه عشقی کردیم با نکات. نظر بده ببینم. مرسی مرسی عزیزانم، ممنونم، عالی شماهایید، خیلی خوب بود. مرسی عزیزم. استاد قراره کنار ریاضی 12 و 10 و 11 هم کامل تدریس شه؟ بله عزیزم، 10 و 11 و 12 کاملا تستی، 12 تشریحی هم تدریس میشه تازه براتون. عشق کنید. الان تصویر رو من ندارم، یه دقیقه صبر کنید. من خانم کیخا، خانم کیخا میگن صدا قطع شد، نمیدونم میخوای یه چک بکنی صدا رو. 3 2 1 میگن قطع و وصل میشه، صدا قطع شد. آها الان میگن درست شد. باشه باتری اوکیه. خیلی خوب. این های بچه ها پیام میدن میگن قطع و وصل میشه همش. استاد کلن قطع میشه. سه دو یک، سه دو یک اوکیه. احتمالا توی بازه رفت و اومد. خیلی خوب بریم یه بار دیگه از اول توضیح میدم. چشم بچه ها نگاه کنید، گفته طول از لا یک مثلث سه عدد زوج متوالیه. قشنگ گوش کن، طول از لا یک مثلث سه عدد زوج متوالیه. مثلث چند تا ضلع داشت بچه ها؟ سه تا. چون میگه سه عدد زوج متوالی باید حواسم به این نکته باشه. ببین سه عدد زوج متوالی یعنی من اگر اولی رو بگیرم x، بعدی میشه x به علاوه 2، بعدی میشه x به علاوه 4. x، x به علاوه 2، x به علاوه 4. این میشه سه عدد زوج متوالی. ببین فاصله شون دوتا دوتاست. حالا دقت کن. پس اولی شد x، بعدی شد x به علاوه 2، بعدی شد x به علاوه 4. سه عدد زوج متوالی من ایناست. x، x به علاوه 2، x به علاوه 4. بچه‌ها گفته محیط مثلث 24. وقتی میگه محیط مثلث 24 یعنی اگر این سه تا رو با هم جمع کنیم حاصل میشه چند؟ 24. یعنی شما اگر x، x به علاوه 2 و x به علاوه 4 رو با هم جمع کنید حاصل میشه 24. محیط یعنی مجموع سه ضلع. پس یه بار دیگه بگیم از لا مثلث، مثلث 3 تا ضلع داره، سه عدد زوج متوالی هست. سه عدد زوج متوالی یعنی چی هست؟ x، x به علاوه 2، x به علاوه 4. آقا داریم گفت سه عدد فرد متوالی چی؟ بازم شد x، x به علاوه 2، x به علاوه 4. چرا؟ ببین من به فاصلش نگاه میکنم، متغیره رو ول کن. x دو تا بعدش، مثلا اگر x 5 باشه دو تا بعدش میشه 7، 7 دو تا بعدش میشه 9، یعنی 5 4 تا جلوتر. اینا رو خواهش میکنم دقت کن. وقتی گفته محیط مثلث 24، همه شما عزیزان محیط مثلث رو بلدی. محیط مثلث میشه مجموع سه ضلع. یعنی شما x، x به علاوه 2 و x به علاوه 4 رو با هم جمع کنی حاصل میشه چند؟ 24. آقا x و x و x رو جمع کنی میشه 3x، 2 و 4 رو جمع کنی میشه 6، برابر است با چند؟ 24. یعنی 3x به علاوه 6 مساوی 24. حالا 6 رو بردم اون بر،
24 منهای 6 شد 18. 3x برابر قرار گرفت با 18. طرفین رو به 3 تقسیم کردم. وقتی طرفین رو به 3 تقسیم کردم x به دست اومد چند؟ 6. 3x مساویه 18، x مساویه 6. بعد اومدم x رو جایگزین کردم. گفتم آقا این که 6ه. 6 به علاوه 2 8، 6 به علاوه 4 چنده؟ 10. 6 و 8 و 10 شد. حالا بریم سراغ مرحله بعدی. آقای بهاری من الان نمیدونم مثلثم چی. ببین بچه‌ای که فیثاغورس رو یادشون باشه، ما یه قضیه داشتیم به نام قضیه فیثاغورس. الان مثلث شما قائم الزاویه است. چرا این اعدادی که داریم اعدادیه که برای فیثاغورسه. سال هشتم هم یاد گرفتی. آقای بهاری من یادم رفته. چش، من یادآوری میکنم. قضیه فیثاغورس اینو میگفت. میگفت قاعده به توان 2 به علاوه ارتفاع به توان 2 برابر است با وتر به توان 2. ببین در مثلث قائم الزاویه، ببین من ایکس رو گذاشتم 6 از لا هم به دست اومد، میخوام ببینم مثلث چیه. از کجا ما میفهمیدیم سال 8 مثلث چیه؟ از قضیه فیثاغورس. ببین هر جا نیاز داشته باشی پایه رو برات دوره میکنم. از قضیه فیثاغورس. چه جوری؟ قضیه فیثاغورس میگفت آقا قاعده به توان 2 علاوه ارتفاع به توان 2 میشه وتر به توان 2، که وتر بزرگترین ضلع بود بچه‌ها. خب من قاعده رو میذارم 6 میشه 6 به توان 2، ارتفاع رو میذارم 8 میشه 8 به توان 2 برابر است با وتر رو میذارم 10 میشه 10 به توان 2. وتر بزرگترین ضلع بود. پس اضلاع مثلث سه عدد زوج متوالی بودن. من سه عدد زوج متوالی رو نداشتم. اولی رو گرفتم x، بعدی رو گرفتم x به علاوه 2، بعدی رو گرفتم x به علاوه 4. چون اعداد زوج چند تا چند تا فاصله دارن، دوتا دوتا. اومده گفته محیط مثلث 24. محیط مثلث یعنی مجموع سه ضلع 24. یعنی x، x به علاوه 2، x به علاوه 4 جمعش میشه 24. اومدم جمع کردم، x رو به دست آوردم 6. حالا x رو به دست آوردم 6، به جای x گذاشتم 6. 6 به علاوه 2 8، 6 به علاوه 4 10. منم قضیه فیثاغورس رو نوشتم. قضیه فیثاغورس میگه قاعده به توان 2 به علاوه ارتفاع به توان 2 برابر است با وتر به توان 2. قاعده و ارتفاع رو گذاشتم، ادامه دادم. 6 به توان 2 36، 8 به توان 2 64. بچه ها 36 و 64 رو جمع کنیم میشه 100. 10 به توان 2 میشه 100. 100 با 100 برابره. 100 با 100 چیه؟ برابره. پس مثلث قائم الزاویه است. یه مثلث قائم الزاویه که وتر 10، قاعده 8، ارتفاع 6. سوالم از من مساحت رو میخواد. بچه ها مساحت مثلث میشه قاعده ضرب در ارتفاع تقسیم بر 2. 6 ضرب در 8 تقسیم بر 2. 6 8 تا 48 تا تقسیم بر 2 24. گزینه 4. اگر عدد رو جابجا بنویسیم عیبی داره؟ نه عزیزم، عیبی نداره. ببین قاعده و ارتفاع رو تو قرار به توان دو برسونی با هم جمع کنید که تو جمع میتونی جاشو عوض کنی. خیلی عالی بود سوالش. ببین چه سوال خفنی خداییش حل میکنیم. واقعا باید عشق کنی با این سوالا. قرار ریاضی اینجوری آروم آروم بهت یاد بدم، همه چی رو کامل یاد بگیری. دوستایی که میگن آقا یه موقع ممکنه قطع و وصل بشه، نگران نباشید. آفلاین کلاس حتما کاملا در اختیارت قرار میگیره و خیالت راحت راحت باشه. آقای بهاری گفتی کنکور 1401 رو بررسی میکنی ها؟ مرد و حرفش. کانال تلگرام هم یادتون نره عضو بشید. آها سال کنکور 101401، تست 101 سال 1401 میگه در شکل زیر، خوب دقت کن، در شکل زیر. این سوالاتو شما از کجا طرح میکنید که ما هم تهیه کنیم؟ ببین عزیزم، من چون خودم به عنوان مدیر دپارتمان انسانی انتشارات پرش و هیئت علمی آزمونهای سراسری مونتا و طراح و تحلیلگر سوالات آزمونهای قلمچی و گزینه 2 در سطح کشور هستم، سوالات رو میتونم از جای مختلف دارم استفاده میکنم. یعنی فکر نکن همش رو خودم طرح کردم، نه آقا، دارم از جای مختلف استفاده میکنم. هدفم اینه یک طیف گسترده از سوال رو به عشق خودت و برای خودت حل کنم. داستان به این صورته. یکی از بچه‌ها میگه استاد کتابم معرفی میکنی. ببین من همیشه به بچه‌ها گفتم فعلا کتاب نگیری تا کتابای توی بازار تثبیت بشن. اگر دانش آموز فرهنگ و نمونه دولتی هستی، من نشر الگو رو به توصیه میکنم. کتاب ریاضی آمار نشر الگو، ریاضی آمار جامع. اگر متوسط هستی و متوسط رو به بالا و یا حتی خدای ناکرده ضعیف، کتاب میکرو نقره ریاضی آمار گاج.
بله 10 و 11 هم کامل تدریس میشه به صورت تستی، 12 هم تستی و تشریحی تدریس میشه. یعنی 10 و 11 و 12 تستی، 12 تشریحی. بریم سراغ سوال کنکور، وقت رو نگیریم. در شکل زیر مساحت مربع از 1/3 سال کنکور 1401، یعنی کمتر از در واقع 14 روز قبل این سال اومده بود تو کنکور، تست 101. مساحت مربع از 1/3 مساحت مثلث 3 واحد بیشتر می باشد. مساحت زوزنقه کدام است؟ مساحت زوزنقه کدام است؟ بذار شکلش رو یه ذره بد کشیدن چون مستطیل شد. اینو داده بود اینجوری دقیقاً، اینم 2 گذاشته بود. ببین زوزنقه شما بچه‌ها قشنگ نگاه کنید چقدر سوالش ساده است. الان وقتی حل میکنم خندت میگیره که آقا این واقعا سوال کنکور بود. بله ببین چی گفته، میگه مساحت مربع، اینها شما یک مربع اینجا دارید که خودش گفته ضلع مربعتون چنده؟ 2. پس من میتونم مساحت مربع، بچه‌ها مساحت رو با اس نمایش میدیم، مساحت مربع رو میتونم به دست بیارم. مساحت مربع میشه 1 ضلع ضرب در خودش، 2 ضرب در 2 میشه چند؟ 4. مساحت مربع میشه 1 ضلع ضرب در خودش، 2 ضرب در 2 میشه چند؟ 4. این از این. میگه مساحت مربع، بچه‌ها ببینید تو این مدل سوالات که اینجوری داره میگه، شما کاری که باید انجام بدید اینه، دقت کن. مساحت مربع از 1/3 مساحت مثلث چند واحد بیشتره؟ 3 واحد بیشتره. یعنی مساحت مربع میشه 1/3 مساحت مثلث به علاوه 3. گوش کن، من به شما میگم عدد 5 از 2 برابر 4 3 واحد کمتره. یعنی شما اگر 4 رو ضرب در 2 کنی منهای 3 کنی میشه 5. یه بار دیگه گوش کن، به تو میگه عدد 5 از 2 برابر 4 3 واحد کمتره. یعنی 5 برابر است با 2 ضرب در 4 منهای 3. اینم دقیقاً داره همینو میگه، میگه مساحت مربع، اس مربع از 1/3 مساحت مثلث چند واحد بیشتره؟ 3 واحد. تمومه، ادامه نباید بدم دیگه. مساحت مربع رو داریم، مساحت مربع چنده؟ 4. اینا دیگه مساحت مربع، مساحت مربع رو به دست آوردیم، 1 ضرب در خودش. مساحت مربع 4 برابر است با 1/3 مساحت مثلث به علاوه 3. انگار یه معادله درجه اول دارم حل میکنم. 3 بچه ها میاد این بر، 4 منهای 3 برابر است با 1/3 مساحت مثلث. 4 منهای 3 میشه چند؟ 1 برابر است با 1/3 مساحت مثلث. به 1 مخرج 1 بده، طرفین وسطین کن. نگاه، 3 ضرب در 1 بشه میشه 3، 1 هم ضرب در 1 بشه میشه 1، 3 یکم میشه 3. یعنی مساحت مثلث میشه 3. یعنی مساحت مثلث میشه چند؟ 3. آها، پس من مساحت مثلث رو به دست آوردم، مساحت مثلث 3 به دست اومد. آره. خب آقای بهاری مساحت مثلث رو چرا به دست آوردی؟ بچه‌ها مگه از شما مساحت زوزنقه رو نمیخواد؟ نگاه کن، زوزنقه شما الان دو تا شکل ساخته شده، مربع و مثلث. یعنی من بخوام مساحت زوزنقه رو به دست بیارم، کافیه مساحت مثلث و مربع رو با هم جمع کنم. این مساحت مثلث رو که دارم، به دست آوردم 3. مساحت مربع رو هم که به دست آوردم 4. 4 به علاوه 3 میشه 7. گزینه 4 میشد. چقدر راحت تست 1401 رو حل کردیم، ما تست 101 1401 رو حل کردیم، ترکوندیم. بسیار راحت، خیلی خوب بودش. کلاسمون دیگه کم کم داره به پایان خودش نزدیک میشه. سعی کردم یه کلاس مفید، خفن و حرفه‌ای رو داشته باشیم. دوستانی که میخوان ثبت نام کنن کلاس‌های آنلاین بنده رو، حتما از طریق مؤسسه همگامان دانش اقدام کنن. انشالله کلی اتفاقای خوب قرار رقم بزنیم، بهتره کنیم، نتایج خفن با شماها بگیریم. شماها بهترینید. ریاضی درس سختیه، ولی اگر تمرین کنیم، تست بزنیم، سوال حل کنیم،
یه درس بسیار عالی و مفید برای شما میشه که تو کنکور 1402 میتره کنید. به امید موفقیت تک تک شما عزیزان، خیلی دوستتون دارم. شب همگیتون به خیر باشه، مراقب خودتون باشید، خدا یار و نگهدارتون.